وقتی که میخواین چیزی رو سرچ کنین، اولین گزینه‌ای که به ذهنتون میرسه چیه؟ گوگل. ولی میدونستین که سایت‌های زیادی هست که این کار رو براتون انجام میده؟ تو این ویدیو میخوام 10 تا از بهتریناشون رو بهتون معرفی کنم. سلام، من مرتضی عسکری هستم. فعالیتم تو زمینه برنامه‌نویسی و کلاً دنیای آیتیه. من اینجا تو تمامی تجربیاتم و چیزایی که یاد میگیرم رو با شما به اشتراک بذارم. bing.com محصول شرکت مایکروسافت و رقیب اصلی گوگله. نتایجی که میاره تقریبا با گوگل یکسانه. بریم تستش کنیم. RTX 3090 رو توش سرچ میکنم. نتایج خروجی رو با هم دیگه میبینیم. سایت yahoo.com یکی از قدیمی ترین سرچ انجین های موجوده که چندین سال قبل از گوگل و بینگ وجود داشته. بریم با هم دیگه تستش کنیم. RTX 3090. در مقایسه با گوگل خیلی ضعیف‌تر عمل میکنه. سایت kiddle.co بر اساس سرچ انجین گوگل ساخته شده و مخصوص بچه هاست و بچه ها میتونن به صورت کاملا امن داخل این جستجو انجام بدن. سایت justwatch.com هر اطلاعاتی در مورد هر فیلمی که بخواین تو این سایت پیدا میشه. مثلا separation، اطلاع در مورد فیلم جدایی نادر از سیمین. سایت gifi.com تو این سایت میلیون ها تصاویر متحرک گیف وجود داره که میتونین دانلود کنین و استفاده کنین و همچنین این امکان وجود داره که فایل های گیف خودتون رو توی این سایت آپلود کنین. اگه به نجوم علاقه دارین، از سایت images.nasa.gov خیلی لذت میبرین. توی این سایت تمامی تصاویری که از فضا گرفته میشه، چه تصاویر، چه صداها و چه ویدیوها، قابل دسترسیه و میتونین توی اون جستجو انجام بدین. یک سرچ انجین مخصوص برنامه نویسا، searchcode.com. توی این سایت هر کدی رو تو هر زبان برنامه نویسی میتونین جستجو کنین. مثلا من این عبارت رو جستجو میکنم. همینطور که میبینید تمام نتایجی که به ما میده کدهای برنامه نویسیه. اگه به طراحی های سه‌بعدی علاقه مندین، این سایت مخصوص شماست. سایت thanks.com توی این سایت میتونین هر آبجکتی که خواستین رو جستجو بکنین. نتیجه خروجیش مدل سه‌بعدی اون محصوله که امکان دانلود هم به شما میده. تستش کنیم با هم دیگه. مثلا یه همچین نتیجه برام میاد، میتونم روش کلیک کنم و پیش نمایش اونو ببینم. امکان چرخش داره، میتونم با موس مدل رو بگیرم، بچرخونم، بزرگ کنم، کوچیک کنم و از به شکل مختلف اینو ببینم و در صورت نیاز میتونم دانلودش هم بکنم. سایت yipi.com این سایت محصول شرکت IBM و با هوش مصنوعی واتسون کار میکنه. کار کردن با این سایت تجربه جالبی داره. سایت pickier.com ایده قشنگی داره. به این صورت عمل میکنه. مثلا من کلمه یوتیوب رو توش سرچ میکنم. تو صفحه نتایج پیشنمایش سریعی از نتایج خروجی رو به من نشون میده. رو هر کدوم از اینا که کلیک کنم بزرگ میشه و به صورت لایف اون صفحه رو میتونم ببینم. مرسی که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما اون رو لایک کنین و با دوستاتون هم به اشتراک بذارین. منتظر نظرات و پیشنهاداتتون توی کامنت ها هستم. اگه دوست دارین بدونین که با از طریق USB فلش چجوری میشه دو تا ویندوز رو کنار هم دیگه نصب کرد، این ویدیو رو از دست ندین. Everything changes.